چرا این حدیث حدث را نداره؟ ندا دوم یحیا سوم خود مالک و نیان خیلی زیاد داشته ما الان چند تاشو مطرح کردیم خود ایشون هم قطعا در جریان هست خواهش میکنیم اینا جواب بده تا بعد به نفرات هر رو از بغر تشخیص نمیدن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ناظرین ده سال سے ایک تحدی اور چیلنج وہ رکھی جاتی ہیں ہمارے استاد شیخ جواد القاسمی کی طرف سے کہ کوئی بھی صحیح سنت اہل سنت کی کتابوں سے لا کے دکھا دیں کوئی بھی صحیح سنت سنت کی بات ہو رہی ہے تو دس سال کے بعد انہیں فارسی میں تھیں پھر تقریباً ایک ڈیڑھ سال ہوئے کہ ہم نے اردو میں بھی اس کو ٹرانزیشن کر کے بیان کی ہیں ابھی کچھ وقت پہلے اہل سنت کا ایک عالم کہ جن کا نام فخر الزمان ہے اور اپنے نام انہوں نے دوسرا جو معروف ہے علی معاویہ کے نام سے خود کو معروفی کرایا ہے وہ معروف کرایا ہے انہوں نے جو ہے ایک جرعت کی ہے الحمدللہ وہ روایت لے کے آئے ہیں لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان کے ہاں سب سے اسحت ترین کتاب وہ بخاری اور مسلم ہیں ان دونوں کتابوں سے وہ کوئی روایت نہیں لے کے آیا بلکہ موتا امام مالک سے وہ لے کے آئے ہیں اب وہ روایت ہم اپنے استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے استاد سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ روایت کہ جو علی معاویہ صاحب لے کے آئے ہیں کہ یہ سنت کاملاً درست ہیں کہ جس میں نافع مالک اور دیگر افراد موجود ہیں یہ بالکل درست ہیں اس پہ کوئی طرح قسم کی جرہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ فرد کہ جن کو تقریباً ڈیڑھ دو سال سے ہم نے اردو میں صرف یہ چیلنج رکھے اور ڈیڑھ دو سال کے بعد انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اور وہ روایت آپ سمجھیے کہ ان کے ہاں سب سے مضبوط ترین سند ہوگی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے اس مضبوط ترین سند کی کیا حیثیت ہے یہ استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں استاد کی طرح استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیلی ممنون استاد شکر خوب است شما استاد اون روایت صحیح و سند آورده ولی تعجبی که از بخاری و مسلم نه آورده از بس موطع امام مالک رحم ایشون میدنس روایت های بخاری معمولا یه طبقه از موطع مالک طبقاتش بیشتره لذا یه یه درصد اهدیه چند درصد اه احتمال اشکال بیش بیشتر میشد سراغ روایتی رفته که طبقاتش خیلی کم باشه درست و به اصطلاح خود اهل سنت سلسلت و اهل سنت رو انتخاب کرده مالک از نافع از عبدالله ابن عمر این روایت رو اهل سنت سلسلت و می میدانند ما شیعیان میگیم سلسلت و چیست؟ امام رضا علیه السلام از امام کاظم علیه السلام از امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام از پدرانشون از امیر مؤمنان از رسول خدا صلی الله علیه و سلام، از جبرئیل ان الله عز و جل این سلسله این سلسله الذهب است آه. آه. اما آقایان میگن مالک از نافع از عبدالله ابن عمر حالا ما یه بررسی نسبت به این سندی که شون آورده از موطع مالک داشته باشیم موطع مالک جلد یک صفحه 11 حدثنی از مالک از نافع از عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و وسلم قال الذي تفوت صلاه العصر كان وتر اهل و اهل و ماله بعد باشه وتر اهل و مالو خب حالا سوال این یحیی در سند کیست همین نفر اول یا برگردیم اول نشكال یحیی حدثنا مالک یا ان مالک ان مالک ان نافع یا حدثنا ان. انا عبدالله یا حدثنا خب انا عبدالله این چه تأثیری داره؟ خوب دقت بکنید اهل سنت یک مشکلی داشتن به اون میگفتن تدلیس شعبت ابن حجاج میگفت من کل علمای اهل سنت رو بررسی کردم تمامشون به راست استان غیر از دو نفر خب ولذا خود شعبت ابن الحجاج میگفت کل حدیث لیس فی حدثنا و اخبرنا فهو خلون و بقلون شعبت ابن حجاج میگفت هر حدیثی که حدثانه نباشه این ترشیه ترشی میدین شما تو پاکستان ترشی دارید؟ آره ترشی دارید اچه ترشیه سرکه و سبزیه آره, آره. سرکه و سبزیه این ارزش علمی نداره اینو باید بخوریش فقط آه. سیر بشه شیگه همه مقدار اینا در حد سرکه و سبزی بله خوبه اما در حد حدیث صحیح به درد ما گفتیم حدیث که نشه بهش اشکال گرفت بزرگوار شما رفتی یه حدیث توش یه دونه حدثانه نداره همش آن 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 فلان ان همش پس این اولین اشکال که تو کتاب مبنای شعبت ابن الحجاج این روایت هیچ ارزشی نداره نفر اول یحیی یحیی ابن یحیی لیسی یحیی ابن یحیی از کجا میگیم یحیی ابن یحیی اولین حدیث موطی مالک یحیی ابن یحیی لیسی ان مالک یحیی از مالک خب این یحیی کی بود لم یکن له بصرا بالحدیث اصلا حدیث نمیدونست یعنی چی ابن عبد البر و کان یحیی بن یحیی امام بود اما ولم یکن له بصرا بالحدیث عزیز. ابن فرحون در ادیبای مذهب و میدونید کسی که بصر بالحدیث نداشت نداشت مؤولین شرط توثیق رو نداشت چرا چون این گونه افراد اصلا کلمات رو تشخیص نمیدادن میگه یک شخصی فلانی لم یکن له بصر بالحدیث. چرا روایتی بود ده ها بقرتن عید قربان گاو قربانی کرد این میخون زهها ها به عید قربان گوستن قربانی کرد گربه یعنی آره. گربه, قربانی کرد زها به هرته یعنی کسی که هر رو از بر تشخیص نمیده همینه ما اصطلاح فارسی میگیم هر رو از بر تشخیص نمیده نمیده هر رو از بقر تشخیص, تشخیص, تشخیص نمیده تشخیص درستش اینه آره. هر رو از بقر تشخیص نمیده به این آدم میگفتن لم یکون لهو بصر به بالحدیث اولین نفر سندی که آقا آورده این حالشه هر رو از بقر تشخیص نمیده <تصفح> نمیده <تصفح> <تصفح> این نفر اول, اول علاوه بر این آقای ذهبی میگه بلکان متوسط فی در حدیث این آدم متوسط بود خیلی رتبه بالا نداشت ام. میدونید ما یه سقه داریم یه حسن الحدیث داریم یه ضعیف داریم ثقه میشه بالا حسن میشه وسط مت... پایین میشه چی ضعیف میگه این وسط بود ام. بالا نبود می... بلکانه متوسطاً فيه رحمه الله خب آی ابن حجر اسقرانی میگه له وهم و تصحیف فی مواضع کثیره یحیی ابن یحیی از مالک الا ان له وهم و تصحیفا فی مواضع كثیره آی ابن حجر اسقرانی میگه له اوهامون له اوهامون از بدترین اهانت ها به یک راوی بود آره. این آدم توهم میزد خیال میکرد حدیث این طور بوده خودش میگفته این نفر اول سند بود درسته. اول اولین نفر این, این نفر اول بریم زراغ نفر دوم دو یحیی از کی؟ از مالک مالک, مالک ابن انس اساسا غلط لغوی زیاد داشت عجب. بله میگه که و مالک ابن انس یلحن الکفایه خطیب بغدادی مم. خود مالک ابن انس بارها اعتراف کرده که بله من اشتباه میکنم در بیان روایات مم. فتکل در مالکون به کلام لحنفی اشتباه میکرد بله اسمایی میگه مالک غلط زیاد داشته علاوه بر این مالک قلیل الحفظ بود کان مالکون قلیل الحفظ روایاتی را تضعیف کرده بود که دیگران اونو میگفتن درسته مثلا ابراهیم ابن ابی احیار رو میگفت قدریست علکی بی خود اتحام بهش میزن و حالان که شافعی میگفت ابراهیم سخست مالک نجات پرست و ضد سیاه بوستا بود حالا خیلی بهش کار نداریم رو خیلی ما کار نداریم علاوه بر این ابن مبارک میگفت اصلا مالک علم نداشت عجب. از بسیاری از فقها ها پایین تر بود اجتهاداتش ضعیف بود باید توبه داده میشد علاوه بر این آقای مالک بدترین نوع تدلیس که تدلیس تصویه رو داشت یعنی تدلیس تصویه یکی از راوی ها رو که ضعیف بود اسمش رو عوض می‌کرد که مشخص نشه کی یا حذفش می‌کرد اصلا و چه این آدمی علمای اهل سنت تصریح کردن که فاسق است و ضعیفه حالا این دو نفر هستن یعنی ما بهشون خیلی عجله نمی‌کنیم یک چرا این حدیث حدثنا نداره؟, نداره دوم یحیا سوم خود مالک و نسبت به مالک نزدیک به 80 تا اشکال علمای اهل سنت مطرح کردن اینکه الان ادعا میکنن بله امام از ائمه اربعه چون میخوان در حد امام صادق و امام باقر و اینها علی مصطفی قرارش اشکال خیلی زیاد داشته هم. ما الان چند تاشو مطرح کردیم خود ایشون هم قطعا در جریان هست خواهش میکنیم اینها جواب بده تا بعد به نفرات اگر تونست جواب بده نفرات بعدی میرسیم ما خیلی اذیتش نمیکنیم نمی موفق باشید دست شما در نکنه ممنون ہم شکر گزار ہیں اس ساتھ شیخ ابو القاسمی صاحب کے میں پھر بھی آخر میں ایک خلاصتاً بیان کرتا ہوں اس روایت میں چار افراد موجود تھے یاحیہ مالک نافع اور عبداللہ ابن عمر یہ چار افراد ہیں کہ انہوں نے یہ سند انتخاب کیا علی معاویہ صاحب نے اس پہ یا کے اوپر جو اشکالات تھے وہ آپ نے دیکھ لیے کہ اوہام کے شکار ہیں ہی یہ شخص اور بصر فی الحدیث حدیث نہ نہیں رکھتا یہ شخص اسی طرح بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ استاد نے آپ کو بتا دیا آپ نے پڑھ لیا اسی طرح مالک بھی مالک کے اوپر استاد کہہ رہے ہیں کوئی اسی تک اعتراضات ہیں جو اعتراضات مالک کے بارے میں بیان کیے کہ اصل مدلس ہیں اور یہاں پہ مالک بھی دیکھیں وہ ان سے بھی روایات کرتے ہیں حد وغیرہ بھی پوری سند میں جو ہے وہ یحییٰ بھی ان سے کہہ رہے ہیں مالک بھی ان سے کہہ رہے ہیں نافی بھی ان سے کہہ رہے ہیں حد کہیں بھی نہیں ہے جو شعبہ نے حجاج کے ہاں uh, کہہ رہے ہیں کہ اصل جب خبر اخبرانا یا حدثانا نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت بھی ان کے, ان کے ہاں نہیں ہے شعب ابن حجاج کا ہاں. یہ کچھ اعتراضات ہیں یہ آپ نے ناظرین دیکھ لیا سب سے صحیح ترین اور سلسلت زہب سنت کی حیثیت اہل سنت کے ہاں جو باقی سندیں ہیں ان کا تو نام ہی نہ لیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ